السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوش آمدین به ویدیو نو انشاءالله که هر جایی که باشین در امن خدا باشین موضوع امروز درباره در چی سال نزول قرآن به پایان رسید؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا مشخص شود چی آیه و یا چی سوره آخرین آیه یا سوره بوده است که با نزول آن نزول قرآن نیز به پایان رسیده باشد در روایات سوره های گوناگون به عنوان آخرین سوره معرفی شده اند که از جمله اول در بعضی از روایات منقول از اهل بیت علیه السلام آمده است که آخرین سوره ای که بر پیامبر نازل شد سوره النصر بود در این سوره بشارت به پیروزی مطلق شریعت داده شده که پایه های آن استوار و مستحکم گشته است و گرو گروه مردم آن را پذیرفته اند با نزول این سوره صحابه خرسند شدند زیرا پیروزی مطلق اسلام بر کفر و تثبیت و استقام پایه های دین را بشارت می داد ولی عباس کاکای پیامبر صلی الله علیه و از نزول این سوره سخت غمناک گردید و گریان شد پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمود ای امو چرا گریانی گفت با گمانم از پایان کار تو خبر می دهند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود همان گونه است که گمان برده ای پیامبر صلی الله علیه و سلم دو سال پس از آن رحلت فرمودند امام صادق علیه السلام فرمود آخرین سوره سوره ازاجان نصر الله والفتح است از ابن عباس نیز روایت شده است که آخرین سوره سوره نصر است نقطه دوم در روایات دیگر آمده است که آخرین سوره سوره قره است که آیات نخستین آن در سال نهم اجرت نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی علیه السلام را فرستاد تا آن را بر جمع مشرکان بخواند نقطه سوم در بسیاری از روایات آمده است آخرین آیه که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد آیه و تقو من ترجعون فی لله ثم کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون بود که جبرائیل علیه السلام آن را نازل کرد و گفت آن را در میانه آیه را با آیه دین پس از آیه شماره 280 از سوره بقره قرار ده و پس از آن پیامبر بیش از 21 روز و بنابر قول اف روز ادامه حیات نداد نقطه چهارم احمد بن ابی یعقوب مشهور به ابن وازه یعقوبی متفای سالهای پس 292 در تاریخ خود چنین آورده است گفته که آخرین آیه نازل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیتو لکم الاسلام دینا سپس در ادامه می گوید و همین گفتار نزد ما صحیح و استوار است و نزول آن در روز نصف مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در غدیر خم بوده است بله سوره نصر پیش از سوره بقره نازل شده است زیرا سوره نصر در سال فتح مکه عام الفتح که سال هشتم اجرت بود نازل گردیده و سوره بقره پس از فتح مکه آمده بود نازل شده بود بنابراین راه جمع میان این روایات بعد این گناه هست که بگویم آخرین سوره کامل سوره نصر است و آخرین سوره به اعتبار آیات نخستین آن سوره بقره است که آیات 281 است طبق روایات موردی در سال حجت الودا نازل گردید بنابراین نمی تواند آخرین آیه باشد زیرا آیه اکمال پس از بازگشت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست حج الودا در غدیر خم بین راه نازل شده است در نتیجه می توان گفت که نظریه ابن وازه یعقوبی صحیح تر است زیرا سوره بقره پس از فتح مکه در سال نهم اجرات و سوره مائده در سال دهم اجرات حج الودا نازل شده است علاوه بر آن سوره مائده شامل بر یک سر از احکام است که پایان جنگ و استقرار اسلام را می رساند و ویژه آیه اکمال به از پایان کار رسالت خبر می دهد و با آخرین آیه در آخرین سوره تنها سب دارد پس صحیح آن است که بگوییم آخرین سوره کامل که بر پیامبر نازل شد سوره مبارکه نصر است که در عالم الفتح نازل شد ولی آخرین آیه که نازل شد به پایان کار رسالت را خبر می دهد آیه اکمال است گرچی ممکن است که به اعتبار آیات الحکام آخرین آیه باشد که در سوره بقره سب و شده است در نتیجه مطابق به این مطلب نزول قرآن در سال دهم هجری حج الودا به پایان رسید انشاءالله که همه ما از این تاریخ از این موضوع یک چیز یاد گرفته باشه خداوند می خواهم که این را به کامل برای ما بنویسد انشاءالله که فهم این موضوع را به ما انهایت فرماید زیبایی این موضوع در دل ما جا بیفتد تا بر زبان ما جاری شود در, در کردار ما نمایان شود در روز قیامت تمام ثواب را به دست آوریم انشاءالله که هر جای باشین در حفظ پناه خداوند باشین تا ویدیه بعدی فراموش نکنید که این ویدیو را با حسن نیت به دیگران هم بفرستید هر جا باشین در حفظ همان خداوند باشین روز خوش سلام علیکم